مطلب امشب راجع به پرابلمایی که خانم‌ها دارن، پرابلمایی که ربط داره به پرابلمای ادراری، کنترل ادرار، پرابلمای واژین. این یه چیزی که ما زیاد می‌بینیم. من میتونم بگم هر روز توی مطب مریضای می‌بینم که این پرابلم‌ها رو دارن. اگه ما نگاه بکنیم خانم‌ها سنشون که میره بالا، البته خیلی وقتا تو خانمای جوان‌تر هم ما می‌بینیم یه مقدار پرابلم‌های ادراری دارن که ما بهش میگیم lower urinary tract symptoms، که مثلا تکرر ادرار یا urgency، مثلا احساسی بکنن که زودی بعد دارن دستشویی، یا پرابلم کنترل ادرار، عدم کنترل. بعضی از خانم‌ها هستن که عفونت ادرار زیاد میگیرن، به انگلیسی بهش میگن recurrent urinary tract infection. خانمایی هستن که پرابلم واژین دارن، مثلا خشکی واژین، یا مثلا با روابط جنسی درد دارن. اینا همشون جزء شامل یه سیندرومیه که بهش میگن GSM یا جنیتو یورینری سیندروم. یه مقدارش ربط داره به منوپاز یا یائسگی، یه مقدارش ربط داره به پرابلم های مثانه که مثلا مثانه اوور اکتیو میشه یا مثلا اسپازم داره. و اینا همشون یه چیزایی، یه سیمتومایی که با هم دیگه روابط داره. و امشب یه مقدار می‌خواستم راجع به بررسیش صحبت بکنم، آپشن‌های معالجه و تکنولوژی تازه‌ای که اومده که ما می‌تونیم استفاده بکنیم. در مرحله اول من همیشه در اول برنامه می‌خوام راجع به آناتومی صحبت می‌کنم که بدونیم راجع به اون مجاری ادرار. می‌تونید عکس اول نشون بدین مجاری ادرار که توی خانم‌ها و آقایون دو تا کلیه است که بغل پهلو جا گرفته و این کلیاب ادرار رو خون رو فیلتر میکنن از خونی که از قلب میاد میره به کلیه. تقریبا 20% اون خون که قلب پاپ میکنه به کلیه فیلتر میشه و کاری که کلیه میکنن، اون سلولایی تو کلیه بهش میگن نفران. این موادی که باید از بدن خارج بشه یا ویست پرادکت از توی خون در میاد، اینا تو خون که جمع در میاد میره از حاله پایین توی مثانه، یعنی اون مواد جزء ادرار میشه و وقتی که مثانه به گنجایشش بشه یا کپاسیتیش میرسه که توی آدم معمول تقریبا 400 سی سی این باید تخلیه بشه. فرق خانم و آقایون اینه که آقایون زیر مثانه پروستات دارن و اون در برنامه قبل رجوع صحبت کردیم مجرا از وسط پروستات که رد میشه، اون پروستات که بزرگ میشه باعث پرابلم ادراری میشه. میشه عکس بعدی رو نشون بدین. یه عکس بیشتر دیتیل lower urinary tract، یعنی دیگه از پایین حالب که مثانه رو میبینیم. اون عکسی که بزرگتره مثانه است و زیرش پروستات قرار گرفته، اون مال آقایونه. مال خانما رو اگه نگاه بکنیم پروستاتی وجود نداره و اون عضلای لگن بهش میگن pelvic muscle که واژین از وسطش رد میشه و مثانه رو نگه داشته. خیلی از پرابلمایی که ما توی خانم ها میبینیم پرابلمای اوور اکتیو بلادر یا پرابلمای اینکانتیننس یا عدم کنترل ادرار به خاطر اینه که اون لگن عضلای توی لگن شل میشه. یه مقدار دلیلش میتونه به خاطر سن باشه، یه مقدارش میتونه به خاطر یائسگی باشه، یه مقدار زیادش میتونه به خاطر زایمان باشه. یعنی وقتی بچه میاد بیرون در زایمان نچرال یه مقدار اون عضلات استرچ میشن و با مرور زمان میتونن ضعیف بشن و مثانه بیاد پایین و این باعث عدم کنترل ادرار بشه یا بعضی وقتا پرابلمای مثلا عفونت ادرار یا recurrent infection. بعضی از خانم هم هستن که عفونت ادراری زیاد میگیرن. یه مقدار در برنامه قبلی راجبی صحبت کردیم. خانم ها تقریبا سال یک دو دفعه میتونن عفونت ادرار بگیرن یا بهش میگن urinary tract infection. اگه بیشتر از اون بگیرن، مثلا فرض کنید در عرض 6 ماه بیشتر از 2-3 دفعه بگیرن یا در عرض 1 سال بیشتر از 2-3 دفعه بگیرن، این بهش میگن جزء کاتگوری recurrent urinary tract infection که اون موقع باید بررسی بشه و ما باید ببینیم که این دلیلش چیه. جوری که ما بررسی میکنیم اینه که سیستوسکوپی میکنیم که مثانه رو ببینیم و از کلیه عکس برداری میکنیم که ببینیم مثلا سنگ کلیه نباشه، برای اینکه بعضی وقتا سنگ کلیه یا پرابلم های مثلا کانجنیتال اینا همش میتونه باعث پرابلم ادراری یا عفونت بشه. ولی خیلی وقتا ما این بررسی رو که میکنیم
پرابلم اناتومی پیدا نمی کنیم، یعنی مثلا کلیه نرمال حالب، نرمال بستگی نمی بینیم، چیز مادرزادی سنگی نمی بینیم و تو خود مثانه هم چیزی نمی بینیم. و این یه پرابلم بزرگی، برای اینکه من خودم شخصا تو پرکتیس هم مثلا مریض زیاد دارم، خانمایی که مثلا ریکرن انفکشن میگیرن و الان ما داریم میفهمیم که یه مقدار این عفونت ها به خاطر این پرابلم های واژینه، برای اینکه واژین یه میکروبایی توشه یا بکتریایی توشه که وقتی سن میره بالا و اون فیزیولوژی واژین عوض میشه، یه مقدار این ریشیو این بکتریا توی واژین عوض میتونه بشه و باعث ریکرن انفکشن بشه. سو اینا پرابلم هایی که ما زیاد میبینیم و اینا همشون با همدیگه یه مقدار با بستگی داره. میتونید عکس بعدی رو نشون بدین؟ این عکس نشون میده نوعی مختلف عدم کنترل ادرار، مثلا فرض کنید استرس اینکانتیننس که به خاطر اینه که مثلا اون عضلای لگن شل شده و باعث این میشه که مثلا فرض کنید وقتی عطسه میکنه مریض یا سلفه میکنه یا مثلا فرض کنید یه کسی که فشار میاد روی مثانه یه مقدار ادرار میاد بیرون. اون urging continence به خاطر اون اسپازم مثانه است که اون مثانه خودش یه ماسله و وقتی اسپازم میکنه اون ماسل یه دفعه میگیره، مریض احساس میکنه که urge داره و بعد زودی بره دستشویی. و اون overflow که مثانه ای که اون عضلش ضعیف شده و ادرار جمع میشه و وقتی که دیگه یه پوینتی میرسه دیگه ادرار میاد بیرون. من بیشتر راجع به اون استرس اینکانتیننس و ارج اینکانتیننس می‌خواستم صحبت کنم که جوری که ما اینو بررسی می‌کنیم اینه که سیستوسکوپی می‌کنیم که مثانه رو ببینیم، یعنی با دوربین توی مثانه رو نگاه می‌کنیم، کاری که تو آفیس می‌تونیم انجام بدیم. بعضی وقتا یه پروسیجر هست میشه میگن یورودینامیکس انجام میدیم که اون فشارهایی توی مثانه رو اندازه‌گیری می‌کنیم که ببینیم آیا اون عضله مثانه درست کار می‌کنه یا فیزیولوژیش غلطه. و در مرحله اول که بخوام اینو مالجه بکنیم با داروهایی که در برنامه قبلی راجع بهش صحبت کردیم، مثلا دترال، دیتروپن یا اکسیبیوتینین، توویاز، وسیکر، اینا از خانواده آنتی‌کولینرژیکن که کاری که میکنیم اینه که یه مقدار اون اسپازم مثانه رو کم میکنه. بعد برای خیلی از مریضا این داروها موثرن، برای بعضیا مثلا تا یه حدی میتونه موثر باشه. من همیشه از مریض میپرسم مثلا شما مثلا اگه این دارو رو بخورین آیا کمتر از خواب بیدار میشین، کمتر بعد برین دستشویی، آیا کمتر پد استفاده میکنین، و اون ریسپانسی که مریضا دارن خب فرق میکنه، مثلا بعضی بیشتر ریسپانس دارن بعضی کمتر دارن، ولی همیشه در مرحله اول اون کار رو میکنیم. آپشن های دیگه هم هست، مثلا بوتاکس یا جراحی. و من یه تکنولوژی تازه‌ای که اومده، یه چیزی که تو اروپا چندین سال استفاده شده، الان توی آمریکا تازه اپروف شده و یه لیزری بهش میگن مونولیسا که من یکی از چند تو لس آنجلس چند تا یورولوژیست باشن که اینو داشته باشن، خیلی خیلی به ندرت. و یه چیزیه که برای خانمایی که یائسه شدن و این پرابلم‌ها رو دارن کمک میکنه. و اینجوری که کاری میکنه اینه که این لیزر رو توی واژین ما استفاده میکنیم و اون انرژی که به اون وال وجاینا میده اینه که اون وال رو ثیک میکنه، یعنی کلوفتر میکنه و اون فیزیولوژی واژین رو بازه برمیگردونه به اون چیزی که قبلا بوده. مریضایی که مثلا کاندید هستن برای این پروسیجر، خانمایی هستن که مثلا فرض کنید یائسه شدن یا نزدیک یائسگی ان، خشکی واژین دارن، اگه مثلا با روابط جنسی درد دارن، خانمایی که تکرر ادرار دارن یا ارجنسی دارن، یا کیسایی که مثلا استرس اینکانتیننس دارن که مایلده، مثلا فرض کنید یه مقدار افتادگی مثانه دارن ولی شدید نیست و یه مقدار لیکج دارن و مثلا مریض ترجیح میده که دوا نخوره. من همونجوری که گفتم بعضی وقتا با دارو میتونیم این پرابلم ها رو درست بکنیم، ولی اگه دارو رو بخوان استفاده بکنم متاسفانه یه چیزی که دیگه دائما استفاده بشه. و بعضی از مریضا هستن که مثلا ترجیح میدن که دائما دارو نخورن، برای اینکه بعضی وقت دارو هم مثلا میتونه عوارض بدی داشته باشه، سایل افکت داشته باشه. سو من دلیلی که این لیزر رو توی پرکتیس هم آوردم فکر کردم که یه سلوشن خوبیه برای مریضایی که این پرابلم ها رو دارن و میخوام مثلا یه کاری که انجام بدن که کار آفیسی باشه
و بدون جراحی باشه و لازم نباشه دیگه دارو بخورن. یه پروسیجری که توی آفیس انجام میدیم، چند جلسه مریض میاد آفیس، سرپایی، درد نداره و ریسک هم نداره، یعنی تا حالا هیچ ساید افکت بعدی باش دیده نشده و یه چیز خیلی سیفیه. بهش میگن مونالیس و تاچ لیزر. میتونین عکس بعدی رو نشون بدین. این جوری که این اناتومی پلوی که توی خانوار میخواستم نشون بدم که ریلیشنشیپ مثانه و واژین، این مثانه درست روی واژین قرار گرفته و وقتی که اون بالای واژین، اون دیوار واژین که با سمت بالا و زیر مثانه نشسته، وقتی که اون خشک میشه و کوچیک میشه و ضعیف میشه، مثانه میاد پایین و اون موقع است که پرابلم های ادراری ایجاد میشه، مثلا فرض کنین ارجنسی یا فریکونسی یا اینکانتیننس، همون کنترل ادرار. و وقتی که اون فیزیولوژی واژین عوض میشه و اون میکروبای باکتریایی که توی واژین کالنیشون عوض میشه، اون موقع میکروبای بدتر میتونه تعدادش بره بالا و باعث عفونت توی مثانه بشه، برای اینکه اون مجرا که میکروب از توش میتونه بره تو، توی خانوما درست بغل واژینه و اون میکروبایی که تو واژین هستن از روی مجرا میتونن برن تو. اگه میکروب زیاد توی واژین جمع شده باشه، اون یکی از دلایل میتونه باشه به خاطر ریکرن اینفکشن توی خانوما. سو این عکس خیلی مهمه که نشون میده که چجوری مثانه روی واژین قرار گرفته و چجوری اون پرابلم واژین میتونن باعث پرابلمای کنترل ادرار توی مثانه بشن. میتونین عکس بعدی رو نشون بدین. این پروسیجر مونالیسا لیزره که همونجور که گفتم یه کاری که توی آفیس انجام میدیم، جراحی لازم نداره، بیهوشی لازم نداره، فقط یه کریم لوکال میذاریم روی بیرون وژاینا و این سه جلسه است که توی آفیس انجام میدیم و این کاری که میکنیم این CO2 لیزره و کاری که میکنه اینه که اون انرژی ثرمال یا حرارتی که میده باعث این میشه که اون دیوار واژین کالاجنش، ایلاستینش، پروتیناش همش ریجنریت بشه، قوی تر بشه، تیک تر بشه و اون میکروبا یا اون فلورای توی واژین باز دوباره برگرده به اون چیزی که قبلا بوده و وقتی که اون واژین قوی میشه یه مقدار امکان داره که اون روی مثانه بتونه اثر بذاره، اون استرس اینکانتیننس رو کمتر بکنه، ارجنسی رو کمتر بکنه، مثلا خانمایی هستن که شب از خواب بعد زیاد بیدار شن رو کمتر بکنه و شانس این که عفونت ادراری بشه کمتر بشه. به علاوه اون یه مقدار روی خشکی واژین میتونه کمک بکنه و مخصوصا برای خانمایی که با روابط جنسی درد دارن اونم میتونه کمک بکنه. خانمایی که مثلا کاندید هستن برای این، مخصوصا کسایی هستن که فرض کنید سابقه سرطان برست داشتن و اون کرم استروژن نمیتونن استفاده بکنن واژین، برای کسی که سابقه سرطان سینه داشتن و اونا کاندیدای خوبی هستن. این همونجور که گفتم مریضایی که انجام دادن راضی بودن و دکترایی که اینو برای مریضاشون انجام دادن همشون فیدبک خیلی خوبی گرفتن، همچنین خودم. و یه پروسیجر خیلی سیفیه و ساید افکت نداره و من تا حالا پرابلمی با این پروسیجر ندیدم. میتونین عکس بعدی رو نشون بدین. این فقط بخواستم نشون بدم این عکس میکروسکوپیه که اون فرقی نشون میده قبل از تریتمنت و بعد از تریتمنت. اون عکسی که سمت چپه اون سرفس وجاینا رو نشون میده که خیلی نازکه، اون ایلاستین و اون کالاجن و اون پروتئینی که اون بالا هست کمتر شده و بعد از این تریتمنت اگه سمت راست نگاه بکنید اون سرفس، اون لیری که روی واژین هست تیک‌تر شده و این چیزیه که کمک میکنه که اون باکتریای توی واژین، اون فلورا، اون ریشیو بهتر بشه و اون باکتریای خوب توی واژین باشه و جلوگیری بکنن از باکتریای بد که بتونه باعث عفونت بشه. برای اینکه تو قسمت‌های بدن مثلا توی واژین، توی شکم یه مقدار باکتریایی هست که اصلا لازمه که اونجا اونا اونجا باشه و اون باکتریا تمام باکتریای دیگر رو کنترل میکنن و اجازه نمیدن مثلا باکتری بد بیشتر رشد بکنه. اگه باکتری خوب کمتر بشه
اون باکتری که باعث عفونت میتونن بشن بیشتر میشن و باعث عفونت هم توی خود واژین میتونن بشن و از توی مجرا برن و توی مثانه. سو این فیزیولوژی، این چیزی که این کار میکنه، این همونجوری که گفتم این تکنولوژی که از تو اروپا اومده، چندین سال تو اروپا استفاده کردم و ریزالتش خیلی خوب بوده. خود ماشینش ساخت ایتالیا و لیزرش هم CO2 لیزره که لیزر قویه هست. سو این یه چیزیه که من برای مریضام دارم آفر میدم الان. یکی از میتونم بگم شاید دو سه تا یورولوژیست باشه تو تمام لس آنجلس که اینو دارن انجام میدن و همونجوری گفتم خیلی از خانم‌ها کاندید هستن و من تا حالا ریزالت خیلی خوب باش دیدم. البته همونجوری که گفتم آپشن‌های دیگه هم هست. دارو هم همیشه در مرحله اول دارو ما استفاده میکنیم، ولی اگه مثلا دارو ما اثر نباشه، مریضی باشه که مثلا ترجیح میدن که جراحی نخوان، این یه آپشن خوبی هست. سو این یه بسیار ممنون، سپاسگزار. به هر حال بعد این فرصت رو غنیمت بشمارن کسانی که این مشکل رو دارن، چرا که همطور که جناب دکتر هم اشاره کردن در لس آنجلس شاید فقط دو سه یورولوژیست این دستگاه بسیار جالب و تکنولوژی جدید رو داشته باشن. در نتیجه میتونید برای کانسالتیشن و صحبت و دیدار با جناب دکتر تماس بگیرید به مطب ایشون. شماره استودیو رو خدمتتون یادآوری میکنم. بینندگان عزیز، برنامه به صورت لایو و زنده تقدیم حضورتون میشه. میتونید با شماره 818-301-8000 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در زمینه مجرای ادرار، کلیه، موارد مثانه، سنگ کلیه و مشکلات پروستات، چه موارد مربوط به سرطان پروستات و موارد خوشخیم از جناب دکتر بپرسید. میریم یک قطعه رو تقدیم بینندگان عزیز میکنیم، باز میگردیم، صحبتمون رو پی میگیریم، با ما همراه باشید. دانستنی های علم یورولوژی، برنامه از دکتر بابک بامشاد، جراح و متخصص مجاری ادرار و کلیه. دانستنی های علم یورولوژی. بازگشتیم خدمت شما بینندگان عزیز. شماره استودیو 818-301-8000 و شماره مطب آقای دکتر بابک بامشاد که دقیقا در جنب بیمارستان سیدر ساینای واقع است، با شماره 310-854-0777. چنانچه اجازه میفرمایید جناب دکتر بریم به سوی بینندگان عزیزمون، سوالاتشون همطور که اشاره کردم برنامه به صورت زنده تقدیمتون میشه و دکتر پاسخگوی شما خواهد بود. جانم بفرمایید، روی خط هستید بیننده عزیز. میتونم صحبت کنم؟ بله عزیزم، جانم. شبتون بخیر. من سوالی داشتم از آقای دکتر که علت کوچک شدن کلیه ها چیه و وقتی که کلیه کوچک شد چی کار باید کرد. حالا اگر سوالی ندارن آقای دکتر قطع کنم از تلویزیون گوش بدن. خواهش میکنم. بازم با عرض تشکر از سوالتون، گفتن که علت کوچک شدن کلیه چیه. ببینید این یه چیزیه که خود دلیلش میتونه زیاد باشه و به انگلیسی بهش میگن اتروفی. اتروفی یه ترم جنریکه، یعنی کوچیک شدن هر چیزی توی بدن وقتی کوچیک بشه بهش میگن اتروفی، برای کلیه بهش میگن رینال اتروفی و این دلیلش میتونه زیاد باشه. یکی از دلیلاش میتونه باشه که خون به اندازه کافی به کلیه نمیرسه. دو تا آرتری بزرگه که از ایورتا بهش میگن رینال آرتری که رد میشه که و این خون به کلیه میرسه. همونجور که گفتم تقریبا اون خونی که قلب پمپ میکنه نزدیک 20%ش میره به کلیه که فیلتر بشه. اگه یکی از اون آرتریا بسته بشه فور اگزمپل و با مرور زمان میتونه باعث این بشه که کلیه کوچیک بشه. اون کوچیک شدن کلیه یه چیزی که وقت میخواد، مثلا چیزی نیست که مثلا این چند روز اتفاق بیفته یا چند هفته، یه چیزیه که ماها یا شاید سالها طول بکشه. سو اون پرابلم واسکولر یا آرتری یکیشه. بعضی وقتا اگه کلیه مثلا بستگی داشته باشه، مثلا تنگی مجرا یا تنگی حالب و وقتی ادرار خوب رد نمیشه، فرض کنید همین من خودم اتفاقا همین
دیروز پریروز توی بیمارستان یه کانسالتیشن رو داشتم یه آقایی که عکس برداری کرد، یعنی دیدیم که کریاتینینشون یا اون تست خون کلیهشون بالاست و وقتی بررسی کردیم دیدیم که آلتروسان کردیم و دیدیم یکی از کلیه‌ها خیلی کوچیک شده، یعنی هیچیش نمونده. و وقتی بیشتر بررسی کردیم عکس برداری که کردیم دیدیم یه سنگ توی حالب گیر کرده بوده پایین حالب و ادرار رد نمی شده. این آقا سابقه سنگ داشتن و این سنگ من فکر میکنم سالهای سال توی حالبشون گیر کرده بوده و دردم نداشتن، برای همون بوده که کسی ندیده بود اینو. و با مرور زمان این سنگ که اونجا گیر کرده بود و ادرار که رد نمی شد یواش یواش ادرار که هم توی کل مونده بود، یکی از کلیهشون کاملا از کار افتاده بود و از بین رفته بود و کوچیک شده بود. سو اینا دلیلش بیشتر هم به خاطر اون ابستراکشن، یعنی بستگی حالب و ادرار رد نشدن و اون آرتری. البته دلایل دیگه هم میتونه باشه، بعضی وقتا مثلا عفونت میتونه باشه که باعث این بشه که کلی از بین بره. مثلا کسی که سنگ دارن اگه مثلا بهش نرسیم با مرور زمان میتونه رو کلی اثر بذاره. و متاسفانه کسایی که کلیهشون کوچیک میشه یا اتروفی دارن، یه چیزیه که ریورسیبل نیست، یعنی دیگه یه چیزیه که کاملا اون وقتی اون کلیه از بین رفته دیگه از بین رفته و هیچ جوری نمیتونیم ما این کلیه رو برگردونیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اون پرابلمی که باعث این شده اگه بتونیم جلوش رو بگیریم و دیگه اون بیشتر کلیه صدمه نبینه، ولی اون صدمه‌ای که آره دیده بیشتر وقت دیگه ریورسیبل نیست و کاری دیگه نمیشه کرد. اگه یکی از کلیه کوچیک بشه یا اتروفی بشه، قاعدتاً اون یکی کلیه میتونه تیک اوور بکنه و میتونه اون فانکشن کلیه رو، یعنی یه دونه کلیه هم میتونه فانکشن انجام بده. ولی اگه هر دو تا کلیه کوچیک بشن یا اتروفی بشن به خاطر هر دلیلی، دیگه اون موقع یه پرابلم خطرناکیه و با مرور زمان دیگه اگه این شدتش هم بد بشه دیگه امکان داره که مریض دچار دیالیز بشه یا اینکه لازم باشه مثلا پیوند کلیه بدن یا رینال ترانسپلنت بکنن. بسیار ممنون. شماره استودیو بینندگان عزیز 818-301-8000. جناب دکتر به صورت مستقیم و زنده الان میتونن پاسخگوی شما در زمینه‌های مختلف یورولوژی باشن. میریم به خط دیگری و سوال بیننده عزیزمون. جارم بفرمایید، روی خط هستی. سلام عرض میکنم، من با آقای دکتر میخواستم صحبت کنم، سوال داشتم. بله بله بفرمایید، صدای شما رو میشنوم. سرکار خانم بعدی هستی؟ بله بفرمایید. سلام. من میخواستم سوال بکنم که این داروی تمثیلوسی آیا چقدر مهمه که یه نفر یا من باید استفاده بکنیم؟ آیا میشه از این ضرب نظر کرد یا چگونه است؟ ممنون میشم اگر جواب. خواهش میکنم. مرسی. از تلویزیون جواب رو بشنوید. سپاسگزار. بازم با عرض تشکر از سوالتون، راجع به داروی تمثیلوسین پرسیدن که آیا لازم استفاده بکنه یا نه. تمثیلوسین من در برنامه قبلی راجبش خیلی صحبت کردم. تمثیلوسین اسم جنریک، ترید نیمش فلومکس، خیلی از مریضا به اسم فلومکس میشناسن، یعنی هر دوشون همون دواست، فقط اسم فلومکس اسم تریدشه، تمثیلوسین اسم جنریکشه که دوزش هم از 0.4 میلی گرم یه کپسوله که آقایون میخورن برای پرابلمای ادرار. تمثیلوسین از خانواده الفا بلاکره و این کاری که میکنه اینه که اثرش اینه که اون عضلایی که توی پروستاد و توی مجراست یه ذره ریلکس میکنه یا شل میکنه که راه مجرا واز شه که مریض بتونه راحت تر ادرار بکنه. به ندرت بعضی وقتا ما تمثیلوسین رو تو خانم‌ها هم استفاده می‌کنیم. بعضی وقتا خانم‌هایی هستن که اون قسمت مجرای پایین بهش میگن بلادر نک یه ذره مثلا اسپزم داره، یه بستگی داره، امکان داره ادرارشون رو نتونن راحت رد بکنن یا مثلا ادرارشون بند اومده باشه و ما بهشون تمثیلوسین میدیم، ولی بیشتر وقت تمثیلوسین آقایون استفاده می‌کنن. بعضی وقتا هم برای کسایی که می‌خوان سنگ کلیه رد بکنن استفاده می‌کنیم. کسی که مثلا یه سنگ کوچولو توی حالب گیر کرده و در حال رد شدنه، اگه تمثیلوسین استفاده بکنیم امکان داره که کمک بکنه که اون سنگ رد بشه و جلوگیری بکنه از جراحی برای سنگ. ولی برای اون پرابلم پروستات که سوالی کردن، ببینید ما
جوری که تمثیلوسین استفاده میکنیم، وقتی که آقایون رو که میبینیم بیشترشون مسنتر هستن که تمثیلوسین استفاده میکنن و پرابلم های ادرار دارن و پرابلم های پروستات دارن، ما بررسیشون میکنیم، ازشون سوال میکنیم و چکشون میکنیم و ببینیم که اون میبینیم که اون پرابلم های پروستات چقدر اذیتشون میکنه. برای ما معالجه پروستات یه مقدار زیادش ربط داره به مریض و چقدر اون پرابلم های ادراری اذیتشون میکنه. اگه کسی باشه که مثلا مریضی باشه که بگم مثلا ادرار کردنشون خیلی سخته، کم در میاد، بعد خیلی زور بزنن و واقعا اذیتشون میکنه و ما بررسی که بکنیم ببینیم پرابلم از به خاطر پروستات یا تنگی مجرا، اول در مرحله اول اون کاری که میکنیم بهشون تمثیلوسین میدیم و دوای شبیه تمثیلوسین که یه ذره مجرا باز بشه و ببینیم ادرار کردنشون راحت تر میشه یا نه. بعضی برای بعضی از مریضا تمثیلوسین میتونه عوارض داشته باشه یا سایل افکت داشته باشه. ما توصیه میکنیم که تمثیلوسین رو مریضا شب بخورن قبل از اینکه میخوابن، برای اینکه بعضی وقتا بعضی از مریضا امکان داره یه ذره خسته بشن وقتی تمثیلوسین میخورن، بعضی از مریضا امکان داره یه ذره فشار خونشون بیاد پایین و بعضی از مریضا یه سایل افکتی که دارن به انگلیسی بهش میگن رتروگرید ایجاکولیشن، یعنی وقتی روابط جنسی دارن موقع ارضا شدن اون موادی که میاد بیرون یه ذره کمتر بیاد بیرون، بعضی اصلا هیچی نمیاد بیرون، بهش میگن درای ایجاکولیت و به خاطر اینکه اون عضلایی که جلوی ادرار رو میگیره همون عضلاییه که بعد بستشه که موقع ارضا شدن مواد برگ از عضلات بیاد بیرون و برنگرده توی مثانه. سو من خودم شخصا کسی که این پرابلم رو دارن ازشون سوال میکنم، اگه پرابلم ادراریشون خیلی شدید باشه و خیلی اذیتشون میکنه و واقعا روی زندگیشون اثر گذاشته، خب بهشون توصیه میکنم تمثیلوسین استفاده بکنن و ببینن که چجوریه. تمثیلوسین اگه شما دو سه روز هم بخورین، در عرض همون دو سه روز امکان داره که اثرشو ببینید و دیگه چویسش به مریضه. مثلا بعضی از مریضا هستن که ترجیح میدن که مثلا تمثیلوسین رو نخورن ولی مثلا یه ذره دوارشون سخت باشه یا شب از خواب بیدار بشن، ولی همین چویسش یه مقدار به مریض ربط داره. رو هم رفته دوای خوبیه، ما خیلی استفاده میکنیم توی یورولوژی، من مریض خیلی زیاد دارم که میتونم بگم هر روز تو مطب چند تا مریض ببینم که در تمثیلوسین رو دارن میخورن، جوابش موثره. برای خیلی از مریضا تمثیلوسین رو که میخورن دیگه لازم ندارم پروسیجر دیگه انجام بدیم و جراحی بکنیم و اون پرابلم ادرارشون رو کنترل میکنه. ولی تصمیم قطعیش یعنی یه مقدار زیادش به مریض ربط داره و چقدر اون ادرار کردن شما رو اذیت میکنه. اگه جوری باشه که شدتش زیاد باشه، من توصیه میکنم که تمثیلوسین رو امتحان بکنید و ببینید اثرش چجوریه. بعضی از مریضا هم هستن که تمثیلوسین رو میخورن هیچ نوع ساید افکتی ندارن، هیچ نوع پرابلمی هم باش ندارن و براشون هم موثره. ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز، شماره استودیو که میتونید به صورت زنده و مستقیم سوالتون رو مطرح بکنید و جناب دکتر بابک بامشاد پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود، 818-301-8000. میریم به خط دیگری و سوال بیننده عزیزمون. جانم بفرمایید، روی خط هستید. با عرض شب خوش به هر دو عزیزان. همچنان جناب دکتر، بنده بعد از 15 سال که کانسر پروستات داشتم، سید گذاشتم، هورمون تراپی کردن، رادیشن دادن، به زور ما رو تا امروز نگه داشتن. ولی من گرفتاری که دارم، مثانه من همیشه 200 cc توی خودش نگه میداره. تکرر ادرارم هم هر وقت بخوام برم بین 10 تا 10-12 cc بیشتر ادرار نمیاد. ضمن این که من ادرارم و وقتی توی پیشه نگه میدارم بعد از 7-8 ساعت مثل این که پودر مثلا سر سیگار رو توش ریختم رسوب پیدا میکنه. درد دیگه ندارم. منتظر جواب میشم. دکتر سوالی داری؟ مرسی از تلویزیون بشنو جواب رو، سپاسگزارم. بازم با عرض تشکر از سوالتون، ببینید شما ایشون گفتن که قبلا سرطان پروستات داشتن، مثل اینکه با سید ایمپلنت معالجه شدن، یعنی اون رادیو اکتیو سیدی که توی پروستات میذارن که رادیو اکتیویتی میده که سلول سرطانی رو از بین ببرن، بعد مثل اینکه رادییشن هم داشتن، یعنی از بیرون هم اشعه داشتن و الان پرابلم ادرار دارن، مثانه‌شون خوب تخلیه نمیشه، مثل اینکه تکرر دارن. ببینید پرابلمی که شما دارین یه چیز خیلی کامپلیکیتد، برای اینکه شما
اون سیدایی که توی پروستات میذارن باعث این میشه که پروستات یه ذره تورم داشته باشه، اینفلمیشن داشته باشه. اون اشعه‌ای که میذارن به پروستات میتونه باعث تورم بشه مال پروستات. اشعه رادییشن که شما دارین یه مقدار روی مثانه هم میتونه اثر بذاره و مثانه هم یه ذره تورم بده. متاسفانه این اثراییه که همیشه میمونه و خیلی ها هستن که من پرابلم هایی که با رادییشن دارن مثلا شاید 5 سال 10 سال 15 سال بعد از رادییشن یه دفعه خودشون نشون میده. یعنی این پرابلم همیشه میتونه بیاد. به علاوه اون شما امکان داره که پروستاتون یه ذره بزرگ باشه یا بی پی اچ داشته باشین یا اون رشد خوشقیم بزرگ پروستات که خیلی از آقایون دارن. سو پرابلم شما کامپلیکیتد، یعنی به خاطر یه دلیل نیست، یه مقدار دلایل مختلفه که رو هم دیگه با هم دیگه باعث این پرابلم میشن. باید بررسی بشه که مثلا سیستوسکوپی بشه ببینیم که مثلا راه پروستاتتون چقدر گرفته. باید مثانه تو باید بررسی شه ببینیم که اون عضله مثانه درست کار میکنه، یعنی اون اداری که میمونه گفتین 200 سی سی میمونه و خوب تخلیه نمیشه. باید ببینیم به خاطر چیه، آیا به خاطر ضعیفی مثانه است یا آیا به خاطر اینه که راه مجرا بسته شده یا هر دو. اگه راه مجرا بسته شده باشه مثلا داروهایی میتونیم بخوریم مثل همون تامسیلوسین که الان راجعش صحبت کردیم، یه راه مجرا رو باز بکنه، یا مثلا پروسیجرهایی هست میتونیم انجام بدیم که راه مجرا باز بشه. اگه مثلا مثانه‌تون ضعیف شده داروهایی هست که میتونیم بدیم که یه ذره مثانه رو تقویت بکنه. تکرر که شما دارین امکان داره مثلا برای همون اسپازم مثانه باشه. سو این پرابلمی که شما دارین خیلی کامپلیکیتد به خاطر اون سابقه که داریم با اون رادییشن و سید و پرابلم پروستات. البته آپشن هست برای معالجه ولی بعد اول بررسی بشه. اگه هنوز نشده که میگم مثلا سیستوسکوپی یا یورودینامیکس اینا که ببینیم که اون شدت تنگی مجرا چجوریه و اون فانکشن و فیزیولوژی مثانه چجوریه و اون موقع بتونیم معالجهش بکنیم. میریم به خط دیگری و سوال بیننده عزیزمون. جانم بفرمایید. با درود خدمت شما خانم طناز فتحی نازنین و آقای دکتر بامشاد گرامی. آقای دکتر سوالم در رابطه با پروسکار یا فنسترایت هست. بودن کسایی که این قرص رو استفاده کردن و دچار مشکلات امیون سیستم شدن. البته در قسمت ساید افکتش بخونید به این مسئله خیلی اشاره نکردی که ممکنه باعث مشکلات امیون سیستم بشه، ولی یکی از دکتران بسیار حاضق ایرانی گفته بودی که با کسانی برخورد کردی که بعد از مدتی استفاده از فنسترایدی مشکل رو پیدا کردن. اول نظر شما رو میخواستم در این رابطه بدونم که آیا روی وسلا امیون سیستم میتونه تاثیر بد بذاره، و بعد اینکه فرق عبودان و فنسترایت چی از نظر فرمولی یکی هن؟ یعنی کسی که نمیخواد فنسترایت استفاده کنه اگر عبودارت استفاده کنه بهتر یا اینکه نه از نظر فرمولی فرق میکنن؟ با تشکر پیشم اینجا از جوابتون سپاس گذارم. ممنون از شما. سپاس بازم باز تشکر از سوالتون. راجب داروی فنسترایت صحبت کردن که فنسترایت هم داروی اون اسم جنریکشه، ترید نیمش از پروسکار، میگن بعضی از مریضا به اسم پروسکار میدونن، نه هر دوشون یکیه. سوال کردن که این چجوری کار میکنه و فرقش با اوودارت چیه و آیا روی ایمیون سیستم اثر میده. ببینید فینسترید یه چیزی که ما زیاد استفاده میکنیم توی یورولوژی. فینسترید کاری که میکنه اینه که اون والیوم پروستات رو کوچیک میکنه. یعنی این یه از خانواده داروییه که با اون تامسیلوسین که صحبت کردیم کاملا فرق میکنه. تامسیلوسین کاری که میکنه اینه که راه مجرا رو باز میکنه. فینسترید کاری که میکنه اینه که روی خود فقط رو مجرا کار نمیکنه، تمام پروستاد رو کوچیک میکنه. و کسایی که فینسترید میخورن یا اوودارت میخورن میتونن تا 50% اون والیوم یا سایز پروستادشون بیاد پایین و اون پی اس شون هم بیاد پایین. خیلی از مریضا هستن که اون تامسیلوسین و فینسترید با هم میخورن. بعد فینسترید روزی دوستش از 5 میلی گرم روزی یک دفعه. فینسترید همون دارویی که چیزه توی پروپیشیا هست، اگه اسم پروپیشیا شنیده باشین، بعضی از آقایون دوا رو میخورن برای وقتی موشون میریزه، برای اینکه ریختن مو رو کمتر بکنه. پروپیشیا همون فینسترایده ولی روزی 1 میلی گرمه. ما توی یورولوژی برای پروستا روزی 5 میلی گرم استفاده میکنیم. اون ساید افکتی روی ایمیون سیستم که شما گفتین، من خودم شخصا
تا حالا ندیدم. من خودم میتونم بگم صدها مریض دارم، شاید هزارها مریض دارم که دارن فینسترایل استفاده میکنن. هر روز تو مطبم مریض میبینم که رو فینسترایل هستن و تا حالا من همچین عوارضی ندیدم کسی مثلا روی ایمیون سیستم اثری داشته باشه. البته تو پزشکی من همیشه به مریضام هم میگم هر دارویی امکان هر عوارضی داره، هر نوع ساید افکتی همیشه امکانش هست، ولی خب بعضی از ساید افکت ها بیشتر میبینیم، بعضی کمتر میبینیم یا به ندرت میبینیم. اون ایمیون سیستمی که شما رو با فینسترایل گفتین امکانش هست، ولی من خودم شخصا تا حالا ندیدم با هیچ کدوم از مریضام، یعنی هیچ اکسپریانسی نداشتم. فینسترایل کاری که میکنه همونجوری که گفتم پروستات کوچیک میکنه، مؤثره. خیلی از مریضا که استفاده میکنن ازش تعریف میکنن و میگن براشون مفید بوده. فقط چیزی که هست اینه که فینسترایل یه چیزی که مزمنه، یعنی شما وقتی فینسترایل شروع میکنین امکان داره که اثرش رو زود نبینین. مثلا من به مریضام همیشه میگم کسی که فینسترایل شروع میکنن بعد مینیمم 2 ماه 3 ماه این دارو رو استفاده بکنن تا اثرش رو ببینن، برای که اون کوچیک شدن پروستاتی که انجام ایجاد میکنه وقت میخواد، چیزی نیست که مثلا چند روز طول بکشه، هفته ها یا ماه ها طول میکشه. از اون نظر برای کسی که پروستاتشون سایزشون خیلی بزرگه ما استفاده میکنیم. مثلا مریضه که مثلا پروستاتشون مثلا اگه آلتروساوند بکنیم و ببینیم سایزشون بالای مثلا 60 گرمه مثلا خونریزی پروستات دارن، ما فینسترایل زیاد استفاده میکنیم برای اینکه یه مقدار از جلوگیری خونریزی پروستات هم میکنه. اوودارت که شما گفتین، اون اوودارت ترید نیمشه، جنریکش از دوتاستراید. این اوودارت فینسترایل هر دوشون از یه خانواده هستن و هر دوشون اثرشون همون کوچیک کردن پروستاته. من فکر نمی کنم که، یعنی اون اکسپریانسی که با هر دو دارو دارم، هر دوشون موثرن، هر دوشون خوبن. من فکر نمی کنم یکی از اون یکی قوی تره، فقط یه ذره مثلا فرمول کیمستریشون یه ذره با هم دیگه فرق میکنه و برای همون کمپانیا میتونن اینو مارکت کنن، مثلا بگن یه داروی دیگه یه، ولی هر دوشون خیلی از یه خانواده هم و خیلی به هم نزدیکن. من فقط چند چیزی که میتونم بگم اینه که یه چند ریسرچی که روی فینسترایل شده اینه که خیلی خیلی به ندرت مثلا مریضایی که فینسترایل میخورن امکان داره اگه مثلا سرطان پروستات بگیرن، یه ریسرچ نشون داده بود که اگه سرطان بگیرن یه مقدارش شب مثلا 1% یا 2% امکان داره سرطانشون یه ذره بدخیم‌تر باشه، ولی به جز اون سیف. من مریض زیاد دیدم، هم فینسترایل هم اوودارت هر دوشون مفیدن و خوبن. یه عوارض دیگه هم که داره، بعضی از مریضا که فینسترایل میخورن امکان داره روی روابط جنسیشون اثر بذاره، یعنی که یه مقدار اون هورمون تستوسترون رو میتونه بالا پایین بکنه، ولی رو هم رفته دوایی که زیاد استفاده میکنیم و اون اوودارت هم که شما گفتین اونم خیلی شبیه فینسترایله. بسیار ممنون، فکر میکنم بتونیم یه خط دیگر رو خیلی سریع پاسخ بدیم. جانم بفرمایید. با من هستی؟ بله بله، سریع سوالتون رو بکنم. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم. من یه سوال داشتم، من چون فشار خون خوبم پایین هست، دکترم به من گفته که روزی 3 تا فیش اویل 1000 میلی گرم بخورم، ولی شنیده بودم یه استادی هست که آیا وقتی بیش از حد فیش اویل استفاده میکنین ممکنه باعث سرطان پروستات بشه. بخواستم اینم نظر آقای دکتر چی هست؟ دکتر بازم بر اساس تشکر. ببینید این استادیا هر چند وقت یه بار استادی میاد بیرون که این چیزا رو نشون میده، بعضی از استادیا نشون دادن. البته این یه چیزی نیست که من بهتون بگم خیلی شایع است یا مثلا ما خیلی کانسرن داریم. فیش اویل بعضی وقتا میتونه باعث بشه، ولی هنوز من فکر نمی کنم 100% کسی اینو ثابت کرده. اگه مثلا شما راجع به چیزای مثلا دایت بخوایم بدونین، جلوی سرطان پروستات بخوایم بگیرین، مثلا آیسوفلاوون کمک میتونه بکنه، چیزایی که توی سوی هست، یا لایکوپین مثلا چیزایی که توی گوجه فرنگی پخته شده هست، اینا میتونه کمک بکنه. ممنون. آیا میتونیم خط دیگه رو پاسخگو باشیم؟ بله. خب یه خط دیگه هم سریع پاسخگو باشیم، امیدوارم درست دیده باشم اتاق فرمان. جانم بفرمایید. الو. بله بله عزیزم، سریع سوالتون رو بفرمایید. سلام، من تکرر ادرار دارم. بله.
خب دکتر بپرسم که برای این کار چه پیشنهادی دارن، چه کار میکنن، باید ببینم شون. البته من دکتر رفتم، به من قرص فوزونکس رو داده ولی اثری نداره، یه روزی یک دونه میخورم، شب چند بار من بیدار میشن. بله به هر حال دکتر پاسختون رو میدن، چون وقتمون رو به اتمامه. از تلویزیون جواب رو بشنوید بیننده عزیز. بسیار خوب، ممنون. خب جناب دکتر، باز اگر دوست دارید در مورد مونالیزا هم حرف بزنید و مورد ایشون رو پاسخ کنید. بازم با عرض تشکر گفتن که مثل که تکرار ادرار دارن. ببین یه چیزی که بعد بررسی بشه، ما کسی که مریض ما زیاد ببینیم ما تکرار ادرار، یه چیزی که شایعه است، من میتونم بگم روزی چند تا مریض هم آقایون هم خانم‌ها رو با این پرابلم می‌بینم. شما اگه تکرر دارین این باید اول بررسی بشه، مثلا ادرارتون باید چک بشه، مثانه‌تون باید چک بشه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که مطمئن باشیم خدای نکرده مثلا یه چیز خطرناکی نباشه، مثلا یه سرطان مثانه چیزی، برای اینکه بعضی وقتا این سرطان‌ها میتونن با تکرر خودشون نشون بدن. بیشتر وقتا نیست، ولی خب ما باید بررسیمون رو بکنیم. وقتی بررسی رو کردیم بعد ببینیم مثلا دلیلش چیه. اگه به خاطر اوور اکتیو بلادر باشه یا اون سپزم مثانه، خب در مرحله اول میتونیم دارو رو استفاده بکنیم. شما مثل که گفتیم بهتون فلومکس دادن، ولی من برای تکرر توی خانم ها بیشتر دوای آنتی کولینرژیک رکومند میکنم، مثلا فرض کنین دترال، اکسیبیوتینین، توویاز، وسیکر، که اینا یه مقدار بتونه سپزم مثانه رو کمتر بکنه. بعض وقتا ما وقتی سیستوسکوپی میکنیم اون راه مجرا رو میتونیم بگیریم، میگن دایلت، یه ذره واز بکنیم، اون میتونه کمک بکنه. اگه مثلا توی مثانه تورم باشه یا ترایگونایتیس باشه اونو میتونیم مالجه بکنیم. و آپشن های دیگه هست، مثلا بوتاکس یا همین اون لیزر مونالیسا که من راجع بهش صحبت کردم، که اون پروسیجر که توی آفیس میتونیم انجام بدیم و اون یه مقدار میتونه روی تکرر اثر بذاره و کمتر بکنه. آپشن زیاده، همونجوری که گفتم بعد این بررسی بشه ببینیم پرابلم چیه، و وقتی ما پرابلم رو پیدا کردیم اون موقع میتونیم معالجش بکنیم. و همیشه در مرحله اول ما با دارو میریم جلو، و اگه بتونیم با دارو بتونیم معالجه بکنیم که چه بهتر، اگه نشه آپشن های دیگه هم هست. بعد دستگاه جدیدی که جناب دکتر دارن که در واقع یکی از تنها یورولوژیست هایی هستن که در لس آنجلس این دستگاه رو دارن به نام مونالیزا، که اون هم برای مورد تکرر ادرار با تکنولوژی جدیدی که داره بسیار میتونه کمک بکنه. بینندگان عزیز که پیشنهاد میکنم برای مشاوره و گرفتن وقت تماس بگیرید با آقای دکتر بابک بامشاد و مطبشون با شماره 310-854-0777 واقع در 86-35 وستر دیستریت، که در واقع نزدیک بیمارستان سیدر ساینای هست. قدر میدونیم حضورتون رو جناب دکتر. ممنون از محبتتون و توضیحاتتون و با امید گفتگو به زودی در برنامه دیگر. ممنون از شما بینندگان عزیز.